سلام، شب و روزتون بخیر. قبل از اینکه آموزش امروز رو شروع کنم، روز جهانی مادر را به تمام مادران دنیا تبریک میگم، مخصوصا به مادر کشور عزیزمون، و برای تمام مادران دل خوش و تنی سالم از خدای بزرگ آرزو مندم. پس بریم بعد از معرفی مواد اولیه کار آموزش امروز شروع کنم. امروز تصمیم دارم یه باقالی پلو با مرغ با تدیک ترچین آموزش بدم. غذای مجلسی خوشمزه و فوق‌العاده خوش آب و رنگ. خب برای این باقالی پلومون که من میخوام با مرغ درست کنم، البته من میخوام برای 3 نفر درست کنم. مرغ به تعداد نفرات که نرمال، من مثل همیشه مرغ رو با یه لیوان آب گذاشتم جوشیده، مجددا آب کشیدم. پیاز یه عدد متوسط رو به درشت، میتونی 3-4 حبه سیر استفاده کنی، کاملا سلیقه‌ایه. یه نصفه فلفل دلمه سبز میخوام. ادویه های مرغمونم نمک حدود نصف قاشق مرب بخوری، زردچوبم نصف قاشق مرب بخوری، فلفل به میزان لازم، و من 1/4 قاشق چای خوریم از پودر زنجبیل استفاده میکنم، برای اینکه خیلی خوب اون بوی زخم مرغو میگیره. و 1 قاشقم رب گوجه فرنگی سرپر نیاز داره. پس نشو مواد اولیه مرغمون. خب برای برنجمون، من 3 پیمونه برنج رو حدود 2 ساعت قبل با تقریبا نمک فراوون خیس کردم. اگر بخواین حالت کته یا کلا کته قابلن به قابلن درست کنی، میتونه از 1 ساعت قبل و با نمک کمتر برنجتون رو خیس کنید. برای 3 پیمونه 5 پیمونه آب بریزید. خب باقالی، اینا هم باقالایی که هم یکی درست پیش آموزش دادم، آموزش قبلی، باقالی سبز و خوشمزه. من 200 گرم باقالی استفاده کردم، ولی بازم کم و زیاد بودن باقالی کاملا سلیقه. اینم شیویده تازه مونه، 200 گرم هم شیوید، یعنی که خالص 200 گرم باقالی و 200 گرم شیوید استفاده میکنم. میتونی از شیوید خشکم استفاده کنی. خب برای تدیک باقالی پلومو 2 قاشق سرپر ماست چکیده پرچرب استفاده کنی، 1 قاشق مرب بخوری گلاب، و حدود شاید 4-5 قاشق ما روغن مایه نیاز داریم. زعفرونم که هم برای مرغ لازم دارم، هم برای تدیک لازم دارم. البته من مجددا زعفرون من دم کنم. پیازا رو نگینی سرخ کردم، ریختم داخل قابلمه تا سرخ بشه. ببینید دوستان، میتونی برای خوشمزه شدن مرغتون یه کوچولم چند نصف قاشق مرغ بخوری کره بریزیم. خب حالا ادویه‌ام اضافه میکنم، نمک، زردچوبه و یه تفت میدم. و خب حالا که ادویا کاملا با بقیه مواد اضافه شد، میام دونه به دونه مرغ اضافه میکنم. یه طرف مرغا که سرخ شد، برمیگردونم سمت دیگه مرغم سرخ بشه. خب گفتم چون زنجبیل بوی زخم مرغو خیلی خوب میگیره، من چی کار میکنم؟ یه کوچولو هم پودر زنجبیل اضافه میکنم، پس میذارم یه طرف مرغا کاملا سرخ بشه، برمیگردونه سمت دیگه سنو سرخ بشه. یه طرف مرغا کاملا سرخ شده، 3 حبه سیرم انداختم. خب حالا چی کار میکنم؟ ببینید، من فلفلا رو نصف فلفل دلمه بود 4 تا برش میدم، چون که در نهایت که فلفل میپزه توی این مرغمون وا میره، تغییر رنگ میده. من موقع سر به هیچ وجه دیگه فلفلا رو توی ظرف نمیریزم، فقط برای اون طعم و مزه مرغمون فلفلا رو یه تفت میدم و میذارم با مرغ بپزه، خیلی مرغ رو خوشمزه میکنه. خب الان مرحله ای که ربم اضافه میکنم، توی کف قابلمه که توی روغن باشه. من روغن هم میبینید زیاد نریختم، چون نرمال باقالی پلو درست میشه، باقالی پلو از دست پلوهای مخلوطه که نسبتاً روغن زیاد میبره، چون نهایت روشم روغن محلی و کرمانشاهی میدم، با کره خیلی خوشمزه میشه. دیگه خیلی مرغم رو چرب نکم، هم 2 قاشق شاید غذاخوری روغن مایه ریختم پخت و پز، نصف قاشق مربا خوریم یا 1 قاشق مربا خوری سرصافم کره. یه دقیقه تفت میدم تا کاملا رو توی روغن رنگ وا کنه. بذار زیر حرارت بالا. حالا یه
دو سه قاشق مربا خوریم روی مرغا رو زعفر رو میریزم. حدود دو لیوان آب میریزم داخل مرغا. بعد از اینکه جوشید حرارت رو کم میکنم دیگه مرغمون رفت تا یواش یواش بپز و آمادش، اصلا کاری نداره. فقط اون فاصله من مثلا یه ساعت بعد میام یه به هم میزنم مرغمونو که مطمئن شم همه اطرافش تمام مزه فلفل و زعفرون و اینا میره. یه نیم ساعت قبل از که خاموش کنم دوباره یه کوچولو زعفرون میریزم. وقتی مرغتون نیم پس شد، مرحله که بهترین زمانه که باقالی پلوتون هم برین آماده کنید. وقتی که مرغ نیم پس شد، زمانی که دیگه باید بریم آب برنج رو بزنیم و باقالی پلو رو آماده کنیم. ببینین دیگه مرغمون نیم پزه، باید بذاریم کاملا بجوشه. نهایت بازم بستگی به خودتون داره، من یک لیوان میذارم سس باقی بمونه. آب برنجم که جوشیده، بریم با هم دیگه باقالی پلو رو آبکش کنیم و آماده کنیم. داخل یه قابلمه آبو گذاشتم جوشیده. بعد از که آب به جوش اومد، اون برنج که دو سه ساعت قبل با نمک فراوان خیس کردونم آبش ریختم بیرون و برنج رو داخل قابلمه ریختم. خب حالا تو فاصله که بجوشه و برنجمون آماده شه، معمولا برای برنج مخلوط سعی کنید یه ذره برنجتون رو دونتر بردارید. توی فاصله من میام تدیکم آماده میکنم. مواد اولش دو قاشق ماست داشتیم، ماست رو داخل یک کاسه میریزم و یه قاشق مربا خوری هم گلاب داشتیم. کاملا ماست رو گلابا با هم دیگه باز میکنم. حالا حدود یکی دو قاشق زعفران غلیظ دم شده اضافه و یک کوچولو نمک. خب کاملا به هم میزنم تا ماست و نمک و زعفران با هم دیگه مخلوط بشن. ببینید من تخم مرغ نمیریزم، خیلی هم خوشمزه میشه اینطور درست میکنم. یکی دو بار تخم مرغ زدم، احساس کردم زمانی که داره برنج دم میکشه اون بوی زغم تخم مرغ میزنه، یا توی یعنی موقعی که غذا رو میخورم توی برنجمون احساس میکنم. به همین دلیل به این شکل درست میکنم، خیلی هم خوب و عالی میشه. خب برنج داخل آب جوش شروع کرد به جوشیدن. ببینید دوستان این نکته رو بهتون بگم، باقالی من چون باقالی تازه است، یه من حدود 10 دقیقه قبل از اینکه بخوام از رو حرارت بردم برنج و باقالی ها رو اضافه کنم. اگر باقالیتون باقالی سفتی بود یا داخل فریزر سفت شده بود، سعی کنین 10 دقیقه بعد از اینکه برنج رو ریختین باقالی ها رو اضافه کنین. پس من چون باقالی هم تازه است، 10 دقیقه قبل از اینکه بخوام برنج از رو حرارت بردارم. برای اینکه یه باقالی پلو کاملا رستورانی داشته باشین، یه نوک قاشقم زردچوبه بریزین. به حدی خوش رنگ میکنیم برنج ما رو. مثلا حالا میخوام مقدارش هم بهتون بگم، یک چهارم قاشق چای خوری. کاملا رستورانی میشه، یه رنگ برنجمون یه زرد کمرنگی رو با این سبزه باقالی خیلی هم خوش رنگ میشه. خب دو حالت، هم شوید رو میتونی، من گفتم شوید تازه دارم استفاده میکنم، شویدم میتونی یک دقیقه قبل از اینکه برنج رو از رو حرارت بردن اضافه کنی، یا میتونی آبکش کنی لابلا اضافه کنی. من چون دوستم یه ذره سبزی شوید به برنجمون بره، یک دقیقه قبل از اینکه برنج رو از رو حرارت بردارم شویدم اضافه میکنم. خب دیگه برنجم به اون مرحله رسیده که شوید رو آماده کنم و بردارم. ببینید امتحان کنید یه دونه برنج رو بینشه لایه ناخوناتون بگیریم، وقتی که مغزش هنوز سفته ولی اطرافش کاملا پخته، یعنی زمانی که باید برنجتون رو از رو حرارت برداریم و آبکش کنیم. من شویدم اضافه میکنم، یه دقیقه بعد برنج رو میبرم برای آبکش کردن. بعد از که برنج رو آبکش کردم، گذاشتم از اون حرارت اولیه بیفته چون میخوام تدیک ترچین کنم. این توی قابلمه ای که حتما قابلمه مون نچسب باشه، چودنی باشه، یعنی بتونیم کاملا باهاش غذامون آماده شو پلومون برگرده. تای ظرف و روغن بغلارم همینطور. حالا یه حدود دو تا کفگیری برنج می‌ریزیم داخل اون مایه ترچینم که آماده کردیم. ترکیب رنگ رو ببینه، یکی دیگه، دو تا کفگیر برای سه پیمونه کافیه. این چقدر باقالی شیویدمون تازه است، اصلا ظاهر غذامون، رخ غذامون خیلی خوش آب و رنگ تر میشه.
خب کاملا تمام مواد رو با برنج مخلوط میکنم، باقالی پلو رو داخل قابلمه ریختم. ببینین چون این باقالی پلو میخواد قالبی برگرده، باید با تای کفگیر تمام قسمت روی برنج رو به این شکل صاف کنیم. من یه دست حالا در قابلمه رو میذارم، ابتدا حرارت بالا، شد حدود 7-8 دقیقه. حواستون باشه تدریج تچنه، یه موقع نسوزه. بعد همطور که میبینیم برنجمون کاملا بخارش اومده بالا. حالا کر و روغن که آب شده به باقالی پلو اضافه، دم کنی در قابلمه گذاشته و میذاریم تا برنجمون آماده شه. خب بعد از اینکه در قابلمه رو دم کنی گذاشتم، زیر حرارتم کم میکنم. شما برای داشتن یه تدی که تقریبا خوش رنگ میتونین 40 دقیقه زمان بدین، ولی من برای تدیکا مخصوصا تدیکای تچین 1 ساعت زمان میدم با حرارت کم. این کارو بکنین ببینین در نهایت چه تدی که خوش رنگی خواهید داشت. برنجمون کاملا دم کشیده، آماده است. اینم از مرغ، ببینین به به چه خوش و با رنگ. ببینیم من این مقدار میشه سس مرغمون دیگه خاموش میکنم، چون نرمال اون مرغا رو از داخل سسش جدا میکنی سسش کمتر میشه. اینم از آخرین مرحله آموزش باقالی پلو با تدیک تچین و مرغمون. حالا من بعد از که غذا رو کشیدم هم یه فیلم کوچیک میگیرم هم عکس میگیرم براتون. تا یه آموزش بعد همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. باقالی پلو رو که با تدیق تچینه برگردوندم، ببینید وقتی که ظرفتون سالم باشه به این شکل قالبی برنجتون برمیگرده. اینم از مرغ خوش آب و رنگمون. میتونید برای دیزاین روش هم کمی پیاز داغ بریزید.